با ارائه لایحه استیضاح رئیس جمهوری کره جنوبی از سوی پارلمان قرار است روز جمعه این لایحه مورد بررسی و رأی‌گیری قرار گیرد. تحلیلگران با اشاره به اینکه 172 تن از اعضای پارلمان را گروه‌های مخالف خانم پارک تشکیل می‌دهند، امید دارند که با همراهی 28 عضو حزب حاکم این لایحه رأی آورده و پارک گونهه از سمت ریاست جمهوری کره جنوبی کنار رود. رئیس پارلمان کره جنوبی گفت با توجه به محدودیت زمانی که داریم لایحه استیضاح را فردا در آخرین برنامه کاری مجلس قرار می‌دهیم و با توجه به همکاری طرف‌های مذاکره به نظر می‌رسد هیچ مشکلی برای رأی‌گیری روز جمعه وجود نداشته باشد. رئیس جمهوری کره جنوبی به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت متهم است. پارک گونهه در پی اعتراض گسترده مردم کره جنوبی که خواستار کنارگیری او از قدرت هستند، سرانجام از پارلمان خواست درباره چگونگی و زمان کنارگیری او از قدرت تصمیم گیری کند. در صورت رأی مثبت پارلمان به طرح استیضاح خانم پارک، نخست وزیر این کشور به جای او منصوب می‌شود و طی 60 روز انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار خواهد شد.